و اما در رابطه با حمله بمب‌افکن‌های آمریکا به مواضع سپاه در عراق و سوریه و در زیر ذره‌بین امشب، قوی‌ترین بمب‌افکن حال حاضر جهان چیه؟ پرواز 10,000 کیلومتری بدون وقفه دو بمب‌افکن بی‌1 لنسر از تگزاس به خاورمیانه برای چه بود؟ امشب بمب‌افکن مافوق صوت بی‌1 لنسر ارتش ایالات متحده رو زیر ذره‌بین می‌بریم. یکی از بمب‌افکن‌های مورد استفاده در حملات دیشب این بمب‌افکن بوده. دوتا بمب‌افکن مافوق صوت بی‌1 لنسر که از پایگاه نیروی هوایی ارتش آمریکا در تگزاس برای انجام حمله به خاورمیانه پرواز کردند. یعنی تقریباً 10,000 کیلومتر پرواز بدون توقف. بمب‌افکن بی‌1 لنسر دارای بال‌های متحرکه و بنابراین طول بار متغیر داره و به همین دلیل از توان بهتری برای بمباران در ارتفاعات مختلف برخوردار. در حالت گسترده طول بال این بمب‌افکن 42 متر، طول خود جنگنده 45 متر و ارتفاع اون 10 متره. بی‌1 لنسر به عنوان قوی ترین بمب افکن جهان نام برده میشه. میتونه 34,000 کیلوگرم بمب رو در محفظه داخلی و تا 22,000 کیلوگرم تسلیحات رو در محفظه خارجی خودش حمل کنه. در مقایسه B-52 توان حمل تنها 30,000 کیلوگرم بمب رو داره. بی‌1 میتونه 24 عدد موشک کروز برای حملات دقیق، 24 بمب MK-82 برای بمباران فرشی، 30 بمب هدایت شونده سنگر برای حمله به اهداف زیرزمینی حمل کنه و این تنها بخشی از بمب‌ها و موشک‌هایی که میتونه در محفظه‌هاش جا بده. در همین حمله اخیر مقامات نظامی آمریکا گفتن که بمب‌افکن‌ها به طور دقیق مکان‌هایی که تعیین شده بود رو هدف قرار دادن و در یکی از ویدیوهای منتشر شده از حمله از انفجارهای ثانویه مشخصه که یک انبار مهمات هدف قرار گرفته. ایده اولیه ساخت این بمب‌افکن در دهه 1960 میلادی برای مقابله با تهدیدات شوروی سابق مطرح شد. قرار بود بی‌1 ترکیبی از توانایی‌های B-52 با B-58 هاسلر باشه. اما این برنامه به دلیل پیشرفت دفاعی شوروی و همچنین تغییر نظر مقامات آمریکا بارها عوض شد تا بالاخره بی‌1 در ابتدا به عنوان یک بمب‌افکن اتمی در سال 1985 وارد ارتش آمریکا شد. اولین مأموریت این بمب‌افکن هیولا که به استخوان هم معروفه در سال 1998 و در جنگ عراق بود که انجام شد. بمب‌افکن‌های بی‌1 لنسر فقط از سال 2001 یعنی 23 سال پیش تا اینجای کار در بیش از 12,000 مأموریت هوایی شرکت داشتن و حملاتی در کشورهای عراق، سوریه، لیبی و افغانستان انجام دادن. این بمب‌افکن با چندین مخزن سوخت توان پرواز بین قاره‌ای داره. میتونه در ارتفاع پایین حرکت کنه. سرعتش 1.2 ماخه و تا ارتفاع 30,000 پایی پرواز میکنه و 4 خدمه داره. خلبان، کمک خلبان و افسر رادار و افسر تسلیحات. هر فروند بی‌1 لنسر هم بیش از 300 میلیون دلار قیمتشه. اما در حالی که آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی و جت‌های جنگی در منطقه است، چرا بمب‌افکن‌های مورد استفاده من جمله بی‌1 لنسر برای این حمله به خصوص از تگزاس آمریکا و بدون توقف عازم خاورمیانه شدند و 85 موضع از مواضع سپاه قدس و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند؟ دلیلش این هاست. اول، بی‌1 لنسر توانایی حمل 10 بمب هدایت شونده دقیق رو داره. در این حال این امکان رو برای بقیه جنگنده‌ها فراهم می‌کنه تا برای حملات احتمالی دیگه و بعدی آماده بشن. همچنین کشورهای خاورمیانه که هواپیماهای تهاجمی آمریکایی رو در خودشون جا دادن، تمایلی به استفاده از پایگاهشون برای حملات تهاجمی در عراق و سوریه و یمن ندارن و شاید مهمتر از همه، حمله سریع از درون خاک ایالات متحده و در خاورمیانه نمایش قدرتی به حکومت ایران و نیروی قدس سپاه هم هست که آمریکا خیلی سریع و در زمانی کم میتونه دست به اقدام علیه جمهوری اسلامی بزنه. Thank you.
ایوان لاسر که بیش از 60 رکورد از جمله سرعت، ظرفیت حمله بار و برد پرواز رو به نام خودش ثبت کرده، به همراه B2 و B52 ستون فقرات بمب افکن‌های استراتژیک ایالات متحده رو تشکیل میدن. بمب افکن‌هایی که توان این رو دارن که اهداف دقیقی رو درون خاک ایران هدف قرار بدن.